تمام این ناراحتی ها و غم ها بالاخره منو کشید به طرف مشروب خوردن زیادتر، سیگار کشیدن. احساس میکردم که خودمو تو قمار غرق بکنم و خودمو فراموش بکنم با این اعمال. آقای خسرو درست در زمانی که میخواستن خودشونو بکشن، درست در زمانی که هیچ چاره دیگه نداشتن، مراجعه کردن به جایی که خداوند او را هدایت کرد، به جایی که منبع کلام خداست، به کلام مقدس میدن. سلام خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم همراه همسرم با برنامه دیگری از کلمه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داستان زندگی رو فردی رو با هم می‌بینیم که قمار تمامی زندگی اون رو در بر گرفته بود و تمامی زندگیش رو داشت از دست می‌داد. البته خدای پرمهر و محبت زندگی این شخص رو دگرگون کرد. و مهمان عزیزی داریم که در مورد قمار می‌خوایم با ایشون گفتگو کنیم. با ما همراه باشید. شرح زندگی مردی را خواهیم شنید که سالها در بند و اسارت قماربازی به سر می برد. خسرو آریامن در شهر تهران در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد و در دوران کودکی پدر و مادرش سرپرستی او را به خاله و شوهر خاله‌اش سپردند. خسرو از همان دوران کودکی با مشکلات و جراحت‌های عاطفی روبرو شد. بعد از تحصیلات متوسطه با دختری آشنا شد که فکر می‌کرد ازدواج با آن شخص مرهمی بر زخم‌های عاطفی‌اش خواهد بود و برای رشد در تحصیلات به خارج از کشور رفت تا بتواند زندگی بهتری با همسر آینده‌اش داشته باشد. ولی بعد از تماس تلفنی که با آن دختر داشت متوجه شد که او به اجبار خانواده مجبور به ازدواج با شخص دیگری شده. و زندگی خسرو روز به روز با تباهی و غم و اندوه سپری می شد. تمام این ناراحتی ها و غم ها بالاخره منو کشید به طرف مشروب خوردن زیادتر، سیگار کشیدن و احساس می کردم که خودمو تو قمار غرق بکنم و خودمو فراموش بکنم با این اعمال. پام به قمارخونه ها باز شد و قمار میکردم، کازینو میرفتم، رو اسبا شرط بندی میکردم، ولی دیگه نمیدونستم که دارم یواش یواش وارد یک مرحله خیلی بدتر از اون چیزی رو که قبلا بودم میشدم. یک روزی که میخواستم یک اسبی رو انتخاب بکنم که روش شرط بندی بکنم، شیطان اومد و به من گفتش که اگر من مرید او باشم، او اسب برنده رو در اون زمان به من خواهد داد. در اون روز اتوماتیک بار پرسیدم که چطور امکان داره. اون صدایی که شنیده بودم به من گفتش که اگر اینها رو من روی کاغذهای کوچیک بنویسم و قرعه کشی بکنم، به وسیله قرعه کشی قدرت خودشو به من نشون میده و اون اسب برنده رو به من خواهد داد. در هر حال من تا اینجاشو اطاعت کردم و اسم این 40 تا اسبو کوچیک کوچیک نوشتم رو کاغذهای کوچیک و شروع کردم به قرعه کشی کردن. و وقتی اسم یک اسبی رو درآوردم دیدم خب یه اسم اسبه و همینجوری که تعجب میکردم که خب این که کار نمیشه، به این ترتیب که نمیشه چیزی رو ثابت کرد، دوباره اون صدا رو من در داخل خودم شنیدم و گفتش که برای اینکه مطمئن بشی دوباره این کار رو انجام بده. و همون کارم کردم، دوباره اونو گوله کردم، اون اسمی که در اومده بود انداختم توی اون کاسه و دوباره هم زدم و به طور یک دفعه‌ای یک اسم دیگر رو در آوردم. وقتی باز کردم تعجب کردم، دیدم همون اسم اول هست. برای بار سوم من دوباره اون کار رو انجام دادم و درد سرتون ندم، دوباره همون اسم در اومد. واقعا یخ زدم و بدنم شروع کرد به لرزش که این چه جور کسی هستش که داره به این ترتیب با من صحبت میکنه. 4 سال از این مسئله
از یه همچین روزی گذشت و من واقعا در عرض این 4 سال به ته چاهم رسیدم، چون خیلی پولا در عرض این 4 سالم دوباره من تو قمارخونه ها باختم، روی شرط بندی اسپا باختم و زمانی رسید که دیگه واقعا احساس کردم که من خودم هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم تو زندگیم که این کار رو ترک بکنم. و یک روز که پول هنگفتی هم باخته بودم، از قمارخونه اومدم بیرون و تصمیم گرفتم که برم دیگه خودم رو بکشم، فنا بکنم. شروع کردم داد زدن به طرف آسمان که اگر در اونجا خدایی هست خودتو به من نشون بده، من میخوام بدونم. یک هفته بعدش از اونجایی که واقعا اعتقادی نداشتم که خداوند کاری میکنه تو زندگی من، همینجور که داشتم تو خیابون رد میشدم، ناگهان متوجه شدم که یک نیروی عجیبی منو در بر گرفته و میخواد که من برم توی یه مغازه‌ای که داره میاد جلوی من. وقتی خودمو در این کتاب فروشی پیدا کردم، هاج و واج بودم که من چرا اینجا هستم، برای چی اینجا هستم. و ناگهان اون نیرو به من گفتش که در دلور من که این یکی از این کتاب هایی که جلوت هست بخر. و وقتی نگاه کردم به این کتاب ها، دیدم نوشته کتاب مقدس، در صورتی که من به کتاب مقدس، به هیچ کتاب مقدسی اعتقاد نداشتم، ولی میدونستم که باید این کتاب رو بخرم. در هر حال یکی از این کتاب ها رو خریدم. وقتی شروع کردم به خوندن این کتاب با این آتش، خدایی که در این کتاب هست، کتاب مقدس، شروع کرد به جوشیدن. اومدم بیرون در مثل این که من داشتم باهاش زندگی میکردم و کمکم میکرد شبانه روز که این کتابو بهتر بفهمم و درک بکنم. و اون ناراحتی های من یواش یواش داشت از بین میرفت و مثل یک مرهمی بود روی قلب من، روی روح من. مدتها بعد از شکست عاطفیش، خسرو با دختر دیگری به نام دبی آشنا شد و با او ازدواج کرد. حتی دبی از تغییر زندگی خسرو تعجب می‌کرد. How he changed, totally changed. I knew what he was thinking, I knew what he was doing, which I hadn't done before because of the gambling. تا به این اندازه میتونم بگم که زمانی رسیدش که خواهرم اومد پیش من و گفتش که خسرو تو چه کار داری میکنی شبانه روز، که خانومت اومده به من میگه که تو عوض شدی، دیگه قمارخونه نمیری، مشروب نمیخوری، سیگار دیگه نمیکشی. و من متعجب شدم، چون نمیدونستم که من دارم یه همچین کارهایی رو میکنم. و گفتم من کاری نمیکنم، این آتش خوندن این کتاب فقط افتاده به وجود من و من دارم به وسیله این کتاب تسکین پیدا میکنم و خدا رو پیدا کردم، فکر میکنم تو این کتاب، و این خدا هستش که با من داره همنشینی میکنه، شبانه روز منو داره راهنمایی میکنه. ولی یک سوال خیلی بزرگی برای من وجود داشت. اون سوالم این بود که اگر عیسی مسیح خداوند هست، چجوری میشه که انسان خدا رو بکشه؟ اگر خدا خداست، انسان نمیتونه خدا رو بکشه. این بزرگترین سوال زندگی من بود در اون زمان. ولی یک روز من فکر میکنم که خداوند به این جواب داد. تقریبا جریانات زندگی عیسی مسیح رو یه مقداری میدونستم، چون یک سالی بود داشتم این کتاب رو میخوندم. و به آخر فیلم که شد، عیسی مسیح رو روی صلیب گذاشتن و دست و پاشو میخ کردن و من اینو نتونستم قبول بکنم، اینو نتونستم اصلا ببینم، چون شروع کردم مثل یک بچه زار زار گریه کردن، چون عاشق عیسی مسیح شده بودم. نمیخواستم ببینم که عیسی مسیح رو صلیب دوباره میکشنش توی این فیلم. این موقع بود که شروع کردم به خدا داد زدن، فریاد کردن، چون اون مرهم قلب من شده بود و من داشتم میدیدم که دارن اونو دوباره میکشنش توی این فیلم، دارن میکشنش. درسته تو کتابم میگه که او بعد از مردن زنده شد، ولی من نمیخواستم ببینم که اصلا اونو دارن میکشنش. چرا باید بکشن؟ اولین دادی که زدم به خدا این بود که تو چه خدایی بی عرضه‌ای هستی.